روز گذشته آمار تکان دهنده در ایران منتشر شد که نشان می دهد حدود یک هشتم زوجهای ایرانی نابارور هستند. این آمار توسط افراد ناشناس یا صرفا رسانه های خبری منتشر نشده تا از ارزش آن کاسته شود. بلکه مقام مسئول آن را اعلام کرده و لذا به منزله هشداری جدید در جامعه شیعی ایران به شمار می رود. علی اکبری گزارش می دهد. رئیس پژوهشگاه ابن سینای ایران با استناد به بررسی های این پژوهشگاه بین سالهای 92 تا 94 در این کشور از ناباروری حدود یک هشتم زوجها خبر داد و گفت در برخی از استانها و شهرهای پر جمعیت میزان ناباروری تا 20 درصد یعنی یک پنجم کل جمعیت نیز میرسد. دکتر محمد رضا صادقی در نشستی خبری با موضوع هزینه و بیمه های درمان ناباروری افزود همچنین بر اساس برآوردها در سطح دنیا حدود 15 درصد زوجین در دوره باروری بین سن های 25 تا 42 سال مشکل ناباروری دارند این افراد برای فرزند دار شدن باید از درمان های ناباروری استفاده کنند وی با اشاره به اینکه جمعیت حدود 84 میلیون نفری ایران شامل 26 میلیون زوج است گفت اگر حداقل درصد ناباروری هم را در نظر بگیریم حدود 4 میلیون زوج نابارور در ایران داریم صادقی ادامه داد این زوج ها نیازمند دریافت خدمات درمان ناباروری هستند و باید خدمات مطلوب در اختیار آنان قرار گیرد بر اساس آمارهای منتشره برای حدود ده میلیون جوان دمبخت بخت یا آماده ازدواج با توجه به مشکلات فرهنگی، معیشتی و دقدقه های اقتصادی زمینه ازدواج فراهم نیست. صادقی اظهار داشت بین سالهای 55 تا 60 میزان زایمان حتی تا شش فرزند به ازای هر مادر بود که این شاخص به یک ممیز هشت تولد فرزند به ازای هر مادر رسیده است. به گفته وی با این شاخص هم اگر شرایط ازدواج ده میلیون جوان ایرانی فراهم شود شاهد افزایش خوب جمعیت در کشور ایران خواهیم بود کارشناسان اما میگویند اگر حکومت ایران برای رشد جمعیت جوان خود و باروری آنها اقدامی نکنند این کشور به شکل خطرناکی به سمت پیری خواهد رفت